سلام. با نزدیک شدن تاریخ 16 حمل، حال هوای انتخاباتی را در همه جا می توانید. از کارزارهای تبلیغاتی و پیدا و پنهان انتخاباتی گرفته تا ائتلاف ها و جنابندی های انتخاباتی، اما هنوز هم موضوع امنیت، چگونگی ساختار کمیسیون مستقل انتخابات و مسئله برگزاری انتخابات شفاف عادلانه از جمله پرسش هایی است که در ذهن همگان وجود دارد. اما اینکه پاسخش چیست، دکتر یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات پاسخ میگویند. سپاسدار آقای نورستانی از زورتان. تشکر از شما. بگذارید از همین نقل قول از آقای معنوی داشته باشم که میگن اطمینان تامین امنیت غیر واقعی بینانه، مبالغ آمیز و گمراه کننده است. واقعا چنین است؟ اون نظر شخصی آقای معنوی است که ما به او احترام داریم. ما همیشه امرای نیروهای امنیتی در تماس هستیم و راپور از اونا میگیریم که چقدر مراکز رای دهی اونا میتون امنیت شه به اصطلاح حفظ بکنن یا امنیت شه به اصطلاح برقرار بسازن و چقدر خارج از کنترل از اوست. و به این هم ما اکتفا نمی کنیم. ما اینال دستور دادیم که در هفته آینده بلند شخص در وزارت داخله و وزارت دفاع بیان به شمول امنیت ملی همراه ما بشینن و آمار دقیق بر ما بتن. و در این راستا ما تصمیم دارم که یک کمیسیون یا کمیته خاص هم توضیح بکنم که همیشه همراه نیروهای امنیتی ما در تماس باشیم تا آمار دقیقی مراکز رای دهی را که اونها زیر کنترل خود دارن و او مراکزی که به اصطلاح از کنترل از او خارج است، هفتوار باید ما از او راپور داشته باشیم. دیگه امیدوار هستیم تا وقتی که ما به چیز روزای رای دهی میرسیم یا به تاریخ رای دهی نزدیک میشیم، ما بتانیم که مراکز بسیار زیاده که تقریبا آل 6848 مراکز اینا گفتن که در اختیار دارن، که از جمله 259 یا 260 مراکز خارج از چیزی از یاست، کنترل از یاست. امیدوار هستم که تا با نزدیک شدن تاریخ انتخابات ما بتانیم که یک تعدادی از این مراکز دوباره تحت کنترل خود بیاریم و این تلاش ما از نیروهای امنیتی خود درخواست خواهد کردیم. حالا من میخواییم بفهمم زمانی که شما اکنون رئیس اجرایی همین کمیسیون هستن و مسئولیت برگزاری انتخابات دارن، چرا فکر میکنین گفته های آقای معنوی نظر شخصیش است؟ مثلا من میخواییم بفهمم که زمانی که شما میگن که هنوز هم میخواین با وزارت های داخله و دفاع در تماس باشن، طرح امنیتی آماده شد، وزارت دفاع و داخله برای شما سپرد و گفت که ای تعداد مراکز رای‌دهی را ما میتونیم امنیتش را تامین بکنیم. من میخواییم بفهمم که آیا شما فکر میکنید که این گمراه کننده و مبالغ آمیز هست یا خیر؟ ما فکر نمیکنم که این گمراه کننده و مبالغ آمیز باشه و برای از اینکه ما دقیق بفهمیم ما تصمیم گرفتیم که این ملاقات امرای مذاکرات امرای نیروهای امنیتی وقتاً فوقتاً داشته باشیم که تا ما دقیق بفهمیم که چقدر مرکز رای دهی برای انتخابات آماده شده. دیگه ای که آقای معنوی ای اظهارات کرده و بیشتر برتان گفتم نظر شخصی خودش است. ما فکر میکنم که اینمی اظهارات و یک مادوم ما پیش نمیکرد، کدام آماری که از طرف نیروهای امنیتی برش داده میشد تا جایی که ما معلومات داریم اونا رو قبول کرد، ولی امروز اونا رو رد میکنه. ای از خاطر دیگه آدم نمیفهمه. سوال در ذهن بیننده ها ایجاد میشه، این که آقای معنوی به عنوان رئیس پیشتر کمیسیون مستقل انتخابات میاد و میگه که غیر واقع بینانه و گمراه کننده است و این که شما میگین که نظر شخصیش است، مردم میخوان بفهمن که نظر چه کسی را باید بپذیرن. شما بر اساس چی میگین؟ آقای معنوی مثلا میگن که شما تصور بکن انتخابات 2009 ره. از جمله 8000 مرکز 2300 مرکز ازی بسته بود. حالا میگن اگر شما میگین که 259 مرکز بسته خواهد بود، یعنی 90% امنیت بهبود یافته، که به باور از اونا چون این چیز منطقی به نظر نمیرسه. خب به هر ترتیب به خاطر ازی که ما مطمئن شویم برتان گفتم که ما یک کمیسیون ایجاد میکنیم، یک کمیته ایجاد میکنیم که اونا همیشه
امرای نیروهای امنیتی در تماس باشند که امو آمار واقع بینانه را برای ما بتن. ما نمیخوایم که چیز از ملت خود پنهان بکنیم، از مردم خود پنهان بکنیم. هی آمار است که اونا با اطمینان برای ما تالر اظهار کردن. یعنی این آمار که برای شما داده واقع بینانه نیست و شما باور ندارین؟ ما چرا باور ندارم؟ خب باور دارم و باز هم ما کوشش میکنیم که نمی آمار باید ثابت باشه و نایی را باید نگاه بکنن بر وسیله که است و حتی هم 259 یا 260 مراکز دیگه که اونا فکر میکنن که خارج از اداره شان است فعلا اونا را هم اونا تصمیم دارن که میگن که مثلا کمیت ما کیفیت پلیس و نیروهای امنیتی ما روز بروز اضافه شده میره تعلیم تربیه بهتر میگیریم با وسایل خوبتر و بهتر عصریتر مجهزتر میشیم اینا مطمئن هستن و میگن که ما تا وقت انتخابات شاید بعض مراکز دیگر هم تحت اداره خود بیاریم تا مردم افغانستان وجه بتانن آزادانه برن با پای صندوق برای شخص مطلوب خود رأی خود بیاندازن. آنها میگن و از کلمه شاید استفاده میکنن، شما چی میگن؟ خب ما هم چیزی که باورمندی هست نیست چگونه هست؟ ما مجبور و مکلف هستیم که چیزی که یک نیروهای امنیتی ما میگه به او باور بکنیم. اگر باور نکنیم بگر اگر غیر واقع بینانه باشه باید باور بکنیم؟ واقع بینانه اگر نبود خود ما میفهم باز ما میتانیم که کتی مردم خود اینمی در میان بگذاریم. حالا با این فرصت اندک بله. فکر میکنید که دیگه زمان باقی میمونه که شما بیاین و جلسه بگیرین و باز هم مردم در جیران بگذارین؟ ما فکر میکنیم که ما تقریبا 6-7 ماه دیگه رو در پیش رو داریم. یه وقت کافی داریم ما، اینطور کدام چیزی نیست که وقت کافی است. فکر میکنین آقای وقت داریم ما، وقت داریم که اینجا یک سلسله تغییرات باید بیه. بگذارید این سوال از دید همون بخش کاری شما که بیش از 3 سال معاون وزارت دفاع بودین بپرسم. آیا واقع بینانه هست که امنیت، وضعیت امنیتی با توجه به گشایش مراکز رایدهی 90% نسبت به 2009 بهبود یافته؟ من فکر نمی کنم که 90% نظر به 2009 بهبود یافته باشه. گشایش مراکز رایدهی چون چی در نشان میده؟ 259 2300 بله که شما تقسیم بکنین نشان دهنده ازی است که 90% برای گشایش مراکز رایدهی وضعیت بهبود یافته. من فکر می کنم وضع بهبود یافته ای که چقدر فیصدیشه ما نمیفهم که چه رقم شما گرفتین از این عدد از مراکز اگر شما میگیرین. شما 2300 مرکز بستر که مقایسه بکنیم با 259 آمار را نشان میده 90%. این کافی نیست که شما فقط نمود مراکز 6848 تقسیم بکنین و باز و با یه عدد برسین دیگه. باز ببینین که در سر تا سر کشور ببینین که امنیت به کدام پیمانه هست دیگه. و مراکز ما در جای چیز میکنیم که تحت کنترل دولت باشه دیگه. تو نمیکنیم که مثلا در جایی که به اصطلاح زیر کنترل ما نیست اونم اونجا مراکز رای دیر ما بگوشایم یا در اونجا ما کدام امنیت نداشته باشیم دیگه. اینه باید از نیروهای امنیتی هم شما پرسانه بکنین که اونا چی میگن. شما در حال از بهبود وضعیت امنیتی نسبت به 2009 صحبت میکنن و اون آمار را که گفتم 90% را نشان میده. اول آقای معنی می که افغانستان هنوز هم در حالت جنگ است. شما به عنوان کسی که مسئولیت برگزاری انتخابات در واقع دارن فکر میکنین که افغانستان در حالت جنگ است؟ ده یه شک نیست که چالش های بسیار زیاد در پیش روی ما است. بعض فعالیت های مثلا دشمن ها در مناطق مختلف مثلا زیاد شده و نیروهای امنیتی ما هم انشالله به پیمانه رسیدن که به اصطلاح بعضی همی چالش ها را برطرف بکنن. و طوری که ما شما دیدیم بعضی ولسوالی هایی که فعلا تا چند سال بیشتر به دست کنترل طالبا بوده مخالفین بوده در اواخر نیروهای امنیتی ما تانستن که او را از جنگ ازا بکشن و امنیت خود را وجود تامین بکنن. کمیسیون انتخابات هم تانسته که همو اوراق انتخاباتی رو برای ثبت نام به ولسوالی ها روان بکنه. دیگه ما مطمئن هستم و امیدوار هستم که نیروهای امنیتی ما بتانه که این مراکزی که خودشان ادعا کردن تا وقت انتخابات به اصطلاح تحت کنترل خود نگاه بکنن و حتی بعضی از مراکز دیگر هم شاید اگر اینا تلاش زیادتر بکنن برای رای دهی آماده بسازن.
آقای نورستانی، زمانی که طرح امنیتی از سوی کمیسیون پیشتر از شما ارائه شد، وزارت‌های امنیتی هم گفتن که ما با تعداد 259 مرکز رایدیگی را نمیتونیم بازگشایی بکنیم نظر به مسائل امنیتی. همین که شما میگین مشوره میکنیم، بعد از او هم مردم در جیران میگذارن که واقعی بینانه هست یا خیر، چه زمان خواهد بود؟ به زودترین فرصت، مثلا در جریان یک ماه انشاءالله. مطمئن هستم؟ مطمئن هستم که امرایشان ما ملاقات تنظیم میکنیم در جریان هفته آینده و آمار دقیق میگیریم. ما مطمئن میشیم اینیم رو به مردم خود در میان میگذاریم. شما به عنوان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات درک بکنن که این آمار واقع بینانه نبوده، بله، پس در اون مناطق دیگر مرکز رایدهی گشایش نمییابه. خب اگر آمار واقع بینانه نبوده، اگر ما بفهمیم که در اینجا ما مرکز افتتاح کردن میتانیم، نمیکنیم در اوجه، ولی کوشش خودم میکنیم، فشار سر از اوام اندازیم. یه وظیفه از اوناست، یه وظیفه کمیسیون نیست که تا امنیت سر تاثیری برای انتخابات تامین بکنن. این وظیفه نیروهای امنیتی است که عبارت از وزارت داخله، وزارت دفاع و امنیت ملی. خب این کار دو طرفه است. اگر در صورتی که امنیت نباشه، شما انتخابات هم نمیتونید برگزار کنید. اگر نباشه در هیچ کشور نمیتونن، تنها افغانستان نیست. اگر امنیت اونا تامین کرده نتونن، در هیچ کشور انتخابات مرکز را باز نخواهید کرد. در هیچ کشوری کار نمیتونن. ما شما مرکز را باز نخواهید کرد. اگر امنیت نباشه، نه، ما نمیتونیم که مرکز را باز کنیم. پس حالا اگر شما بخواین موادی که نیاز است برای مراکز رایدهی بفرستن، بر اساس چه میفرستن؟ همین اکنون. همین اکنون جایی که امنیت است، جایی که تحت کنترل قوای امنیتی ماست، در اونجا ما مواد ثبت نام و دیگه انتخاباتی رو فرستادیم و جایی که امنیت نیست نفرستادیم. مثلا در چند ولسوالی است که ما تا حالا نتانستیم، مثلا چهار ولسوالی است که فعلا هنوز هم به دست مخالفین است، که یکیش در غزنی است، نهوه، دیگه ایش کاکر در زابل است، دو تاش در هلمند است. دوجه ما هیچ مواد نتانستیم که همو اوراق ثبت نام و دوجه بفرستیم. این همو ولسوالی های است که وزارت امنیتی برای شما راپور شده؟ بله بله بله، این ولسوالی است که هیچ دوجه حکومت کنترل نداره، فعلا به دست مخالفین است. اما بعضی ولسوالی است که مثلا به دست حکومت است، ولی بعضی چالش های امنیتی دوجه است. دوجه ما اوراق رایدهی را فرستادیم، چی ثبت نام، که مردم ثبت نام بکنند. ولی بعض وقتا در اون جایا کارکنای کمیسیون از ترس مخالفین یا فکر میکنن که اونجا امنیت سرتاسری به اصطلاح در امون سوالی که اینا موظف هستن میسر نیست، از این خاطر اونا میترسن خودشان نمیرن در حال که مواد رفته. دیگه یک حالا بگذارید این بحث امنیتی رو جمع بکنیم، بیاییم سر موضوعات قوانین. آقای معنوی میگه که قوانین انتخاباتی توشیح شده دردسرساز و چالش برانگیز بر انتخابات پیشرو خواهد بود. شما هم چنین فکر میکنید؟ ما نه. چرا؟ مثلا میگن که صلاحیت های موازی برای دو کمیسیون در نظر گرفته شده که میتونه مشکل زا باشه و هیچ راه حل برش پیش بینی نشده. دیگه کمیسیون مستقل شکایات و کمیسیون انتخابات ممکن بعض پرابلم شاید در اونجا باشه. خب اگر بعض موضوعات پیدا میشه، او کار کمیسیون شکایات است که او تصفیه خود بکنه. ما در اونجا چی کار داریم؟ مثلا یک مورد را که آقای معنوی اشاره کرده، ما میخوایم عین همون نقل قبل را داشته باشم. تصمیم نهایی در مورد نتیجه انتخابات را کمیسیون شکایت انتخاباتی میگیره و کمیسیون انتخابات موظف به تصدیق و اعلام آن است. اگر کمیسیون نتایج را بنابر هر دلیل اعلام نکرد، راه حل چیست؟ کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایت همه چیزها را میبینه، بعد از او برای کمیسیون انتخابات میده که او را اعلام بکنه. خب دایی چی مشکل است؟ یعنی ما خب مشکل نمیبینیم. اگر اونا کدام دلیلی دارن، راضی به کدام مشکلی دارن، البته خودشان حل میکنن، خودشان به قناعت اونمو وکیل صاحب یا کدام کاندیدی که هست میپردازن دیگه. یعنی اگر چون این کار اتفاق بیفته، کدام مشکل قانونی وجود نداره فکر میکنن؟ من فکر میکنم کدام مشکل ما نمیبینم خطا. ما میخوایم بفهمم که آیا تصمیم نهایی را در مورد نتیجه انتخابات کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگیره یا خیر؟ اعلان ما میکنیم، وقتی تصمیم اونا میگیرن. تصمیم اونا نمیگیرن، تصمیم اونا در وقتی میگیرن کدام مشکل ایجاد شده. اگر کس برشان شکایت میکنه، مثلا یک چهار تا وکیل
شورای ولایتی یا پارلمان یا کدام کس برشان شکایت میکنه، اونا او رو بررسی میکنن. او رو بررسی میکنن، اگر شکایتشان بجای بوده به قناعتشان میپرداز، اگر نبود او رو رد میکنه. دیگه اعلانش ما میکنیم نتایج. اگر همینجا یک مشکل پیش بیاید چه کسی باید راه حل برد؟ گفتم اونمو مشکل اگر پیش میه او فیصلش به دست خود کمیسیون شکایت است. که کمیسیون شکایت باید با نه مشکل بین دو کمیسیون است. آقای نورستانی مغالطه صورت نگیره. در همین مورد خاص بله. چگونگی بررسی نتایج و اعلام نتایج اگر مشکل دست کم انتخابات پیشتر همه شاید بوده، مشکل پیش میایه چه نهاد مسئولیت داره که راه حل برش چطور بکنه؟ اگر مشکل در بین دو کمیسیون بله سر مسئله نتیجه انتخابات پیش بیاید چه کسی باید حل بکنش؟ مثلا ما امیر رقم میبینم موضوع رو مثلا در نتیجه انتخابات تنها مسائل که مشکل افزا بوده یا کسی قناعت نمیکنه او میره به کمیسیون شکایت. دیگه کسایی که دو در شمارش آرای از واقع در نتایج نهایی از واقع کنم مشکل نیست، او میمانه پیش کمیسیون، کمیسیون راپور خود میگیره. دیگه کسایی که به اصطلاح قناعت نمی کنن، قناعت اونا را باید کمیسیون شکایت بپردازه. با ما چی ارتباط داره؟ اونا یک کمیسیون مستقل هستن. اگر کدام وکیل به اصطلاح در مورد از او کدام تخطی یا تخلف صورت میگیره، او را کمیسیون شکایت مجبور و مکلف است که به قناعت از او بپردازه. آقای نورستانی، میخوایم جواب خود را مشخص سر بگیرم. شما انتخابات پیشتر چگونگی رابطه میان کمیسیون شکایت های انتخاباتی و کمیسیون انتخاباتی؟ او وقت ای او کمیسیون شکایت زیر اثر کمیسیون انتخابات بود. حالا چگونه است؟ حالا هر دویش مستقل است. اگر امین دو کمیسیون مستقل دو تصمیم مستقل ده بگیرن باز چه؟ دو تصمیم مستقل گرفتن نمیتونه. مثلا چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه را که بگویه کمیسیون شکایت انتخاباتی قبول نکنه، یا کمیسیون شکایت انتخاباتی کار را که انجام بده مورد نظر شما نباشه؟ کمیسیون شکایت انتخاباتی به نظر ما تنها اونمو موضوعات میبینه که کسی شکایت میکنه برشان. کسی که شکایت نداشته باشه با اونا ارتباط نداره برای ازوا. اگر کسی مثلا به نتایج انتخابات قناعت نمیکنه، شکایت داره، او میره به کمیسیون شکایت انتخابات. دوج اونا مسئول هستن که یا به قناعت ازو بپردازن این مسئله را حل کنن. و برای ما میتن اگر نفر قناعت کرد برای ما میگن این قناعت کردی قناعت نکرد، بعد از او دیگه و شما هر چیزی که اونها گفتن اعلان میکنن. طبعا وقتی که مشکلی که پیش از امری اونها حل کرده برای ما روان میکنن، ما حلش اعلانش میکنیم. پس شما فقط مسئولیت اعلان کردن ندارن، پس مشکل پیش نمیایه؟ فکر نمیکنم ما. یعنی شما در نهایت اگر مشکل نه. پیش بیاید گفتم کمیسیون مستقل شکایت انتخابات برای این منظور ایجاد شده نه نه. که باید مشکلشان مشکل بین نامزدان انتخابات و کمیسیون شکایت نیست آقای نورستانی، مشکل بین دو کمیسیون هست. اگر مشکل پیش میاد چه کسی باید حل بکنه؟ چی مشکل مثلا پیش بیاد؟ مثلا نهاد در مورد چگونگی اعلام نتایج، یا اینکه اگر هر چیزی که میشه شکایت بگه شما مشکل اعلان نتایج مسئولیتش با کمیسیون انتخابات است. و نتیجه را کمیسیون شکایت انتخاباتی به شما میدن؟ بله نتیجه را کمیسیون شکایت میدن؟ نتیجه اونمو که اشخاص همیده که اونا شکایت کردن از دیگر آره نمیدن. یعنی میخوایم که مشخصتر اگر جواب بگیرم آقای نورستانی، اگر کمیسیون شکایت های انتخاباتی هر نتیجه ای را پس از بررسی های لازم به شما میسپاره، شما بدون تعلل اعلامش میکنن؟ ما اعلانش میکنیم. پس هیچ مشکلی وجود نداره؟ فکر نمیکنم. آقای نورستانی، در کنار این مسائل زمانی که رئیس جمهور کرزی میگه که نباید خارجی ها در کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله بکنن، این گمان زنی به میان میاد که واقعا ترس از مداخله خارجی ها وجود داره؟ خب البته رئیس جمهور روی فیصله رو کرده، ای مداخلات بوده که فیصله رو کرده در گذشته بر منظوری که بوده و ایره هم پارلمان هم میره تصویب کرد که باید خارجی ها نباشه دیگه. برای این که میگه مداخله نباشه، آیا شما اسم میکنین به عنوان رئیس کمیسیون که مداخله صورت میگه؟ برای ما کدام مداخله سریم امرای ما نکدن، امرای کمیسیون نکدن که ما یه بسیار وقت است که سوال جواب گفته شده، چون نه ما یک هفته میشه که با کار آغاز کردیم. رئیس جمهور نگرانی که داشتن برای شما نگفتن که از کدام ناحیه؟ نه برای ما هیچ رئیس جمهور از این نگرانی هیچ قطعا برای ما صحبت نکرد. در دیدار با شما این مورد رئیس جمهور اشاره کرد، پس فکر میگن چرا نپرسیدن که خارجی ها کیا هستن؟ فکر نمیکنم در روزی که قرار بود شما معرفی شوین
در رئیس جمهوری؟ ما معرفی اینجا شدیم. البته در کمیسیون سوگند یاد بکنیم. ما نه رئیس جمهور قدر در همون روز گفتن رئیس جمهور سر از مسئله اگر گفته باشه ما متوجه نبودم که سر خارجی یا و قدر تمرکز کرده باشه که خارجی ها مداخله میکنن یا دیگه میکنن. نه شما چون چیزی را تصور نمیکنن مداخله خارجی ها را؟ خود تالر مداخله نکردن. در آینده اگر بکنن بعد از او ببینیم که چی رقم مداخله میکنن. و ما هیچ وقت نمیمانیم که اینا مداخله بکنن، هیچ کس مداخله بکنن، چی خارجی یا داخلی. در کنار ازی یکی از مواردی که بیشتر برای برگزاری انتخابات مطرح میشه در کلیتش، شما اگرچه تازه به این پست مقرر شدن، آقای معنوی هم اشاره کرد چالش دیگر نوکار بودن اعضای کمیسیون مستقل انتخابات هست. میپذیرین که این یک چالش است؟ نه قطعا این چالش نیست. چرا؟ به خاطر ازی که اول خب ما یک دارالانشای بسیار با تجربه دارم که همه کارکنان ازی از چندین سال است که دمجه کار میکنن و از تجارب کافی انتخاباتی مستفید هستند. دوم اینجا یک چند کمیشنر دیگه هم هستند که در گذشته هم کمیشنر بودن دمجه، از تجارب کافی اینا برخوردار هستند. و اعضای جدیدی که آمدن کل اجا تعلیمات بسیار مسلکی دارن و یک دنیا تجارب کاری را پشت سر گذاشتن و این کدام ساینس راکت نیست که به اصطلاح سالا را دربار بگیره که آدم به این بلد شه و تجربه حاصل کنه. کل ما در این انتخابات شامل بودیم، حاضر بودیم، انتخابات های گذشته را هم دیدیم، کشور خود میفهمیم، مردم خود میفهمیم، گروه های سیاسی را، احزاب، مناطق مختلف کشور خود بلد هستیم دیگه، از ترکیب اجتماعی کشور خود کاملا آگاهی داریم دیگه. ما فکر نمی کنیم که قدر وقت طولانی رو دربار بگیره که دو سال سه سال که تا ما بلد شیم. آقای معنوی هم خودش نابلد بود آمد دیگه، او وقت چرا سر خودی قضاوت نکرد؟ یعنی این موضوع رو هم رد میکنین. آقای نورستانی، حالا سوال اینجا هست، در نهایت شما زمانی که بحث مسائل امنیتی پیش میاد میگین که صحبت میکنیم، اونقدرها جدی نمیگیریم، گمراه کننده هم نیست. سر مسائل کاری شما هم که میان میگین که خوب بلد میشیم، کار را میآموزیم، این کدام کار اتم نیست. میخوایم بفهمم که در نهایتش آیا شما درک کردین که چالش های پیش رو فرای برگزاری انتخابات 1393 چی هست؟ کاملا چالش هست، ما به چالش روبرو میشیم. چالش هم امنیتیست که چیزی که زیادتر نگرانی و تشویش ما را فرا میگیره، و چالش های امنیتیست که در غیر از او فکر میکنیم که مردم و همه مردم افغانستان ما به نگرانی را دارن که ممکن بعضی چالش های امنیتی ایجاد شده که باعث سکتگی در انتخابات شد. اینمی یک فکر است که کل مردم ما و ما هم اینمی از اندیشه ما دور نیست. ما هم فکر میکنیم سر ازی که یعنی به چالش ها روبرو خواهد شدیم، ولی همی چالش ها مثلا در پاکستان هم بوده. مردم باوجود چالش های بسیار زیاد آمدن، تعداد بسیار کثیری مردم نسبت به انتخابات گذشته آمدن رای دادن و رای صدر اعظم کشور خود انتخاب کردن دیگه. این توقع رو ما از مردم افغانستان هم داریم که با وجود چالش ها برن، اگر میخواین که یک حکومت مردمی در اینجا حاکمیت به دست مردم باید باشه، برن یعنی به انتخابات و تعداد بسیار کثیر سهم بگیرن، کسای کارت نگرفتن کارت بگیرن، کسای کارت خود گم کردن کارت نو بگیرن. از این خاطر است که ما تقریبا دو ماه است که ثبت نام برای کسایی که یا کارت ندارن یا به سن 18 رسیدن یا نو از مهاجرت آمدن یا از یک ولایت به ولایت دیگر رفتن یا مثلا کارتای خود گم کردن، به این خاطر ما این صندوق ها را فرستادیم تا اینا ثبت نام کنن دیگه. ما یعنی میتونیم که در انتخابات از لحاظ تکنیکی و لوجستیکی ما کاملا آماده هستیم. ما یک روز هم قراره که ما برای ما راپور دادن دارالانشا، یک روز هم ما در تقسیمات خود معاقب نماندیم. ما از لحاظ تکنیکی و دیگر لوجستیکی کاملا آماده هستیم، ولی اینال امنیت کار خود بکنه، مردم کار خود بکنه، جامعه مدنی هم کار خود بکنه،
مطبوعات هم کار خود بکنه، احزاب سیاسی هم کار خود بکنه. ما تصمیم داریم با همه گروه ها نشست داشته باشیم ان قریب. ما میخواییم همراه جامعه مدنی بشینیم، تشویش های ازوار، مشوره ازوار بگیریم. ما تصمیم داریم همراه احزاب بشینیم، تشویش های ازوار، احزاب ازوار، اچی نگرانی های ازوار، دیدگاه ازوار، مشوره ازوار بگیریم، شامل پروگرام خود بسازیم. و در این زمان همراه مطبوعات، از مطبوعات تامینی توقع داریم. ما میخوایم همراه شورای علما بشینیم، ما میخوایم همراه مردم، عوام بشینیم. حالا سوال اینجا است که در نهایتش نشست شما چه نفع بر انتخابات خواهد داشت؟ مسائل قوانین دیگر گذشته، مسئله سازوکار بر شما وجود داره، پس چی کار میکنید؟ نشست این فایده را داره که بعضی نگرانی هایی که اونا دارن، مثلا در مورد چی؟ ممکن در گفتگو راجع به امنیت، راجع به امنیت مربوط شما راجع به امنیت مربوط ما نیست، امنیت مربوط نیروهای امنیتی است. ما راجع به آمادگی خود برای زیارت منان میتیم، مثلا نظریات وزاره میگیریم که چطور از فساد دیگه، تخلف، تخطی جلوگیری شوه که به اصطلاح ما در پروگرام خود نگرفتیم از وا یاد بگیریم یا به اصطلاح مشوره شان شامل پروگرام خود بسازیم. یعنی میره از مردم و جامعه مدنی، از عوام، از شورای علما، از همه میخوایم. از اونا توقع ما مینیمیست که خودشان به خاطر بلند بردن اذهان مردم برای تبلیغ دموکراسی یا حکمیت مردم، حکومت حکمیت مردم، اونا هم سهم خود ادا بکنن. این کافی نیست که فقط بگوین که این کار کمیسیون مستقل. حالا در چند مورد خاص، بله، این آقای معنوی هم اشاره کرده، آمار دقیق جمعیت شما ندارین، تعداد رای دهندگانتان مشخص نیست، کارت های توزیع شده بیشتر از جمعیت افغانستان است و اینا گفتن درد بزرگ در سر بزرگ. آقای معنوی شما همیشه مثال سیمرن. امی آقای معنوی ای گپار وقتی که او متصدی امی کمیسیون انتخابات چرا بلند نکرد که امروز که عزیز پس میشی مسئله را بلند میکنه؟ اینجا گفتن چند مورد را پیش از این گفتن که من اشاره کردم اما قبول نشد بنابر ملاحظات سیاسی. خب او کار خودش است. خب گفتن دیگه. دو وقت هم اینطور مشکلات بود، این مشکلات دو بود. حالا مثلا نسای مرکزی میگه که نفوس افغانستان 26 میلیون است، در حالی که ما داریم 7.5 میلیون راجستر کردند، در حالی که با اساس نمی احسای 26 میلیون باید 11.5 تا 12 میلیون باید مردم واجد شرایط رایدی باشند. فعلا 7.5 میلیون مردم کارت گرفتند. خب این تفاوت موجود بوده، این تفاوت ها در گذشته بوده. حالا یک مشکل نیست، یک دردسر نیست؟ طبعا مشکل هست، ما نمیگیم که مشکل نیست. با مسئله خب این مشکل دو جمع بوده که دو وقت چرا این مسئله را بالا گفتن... که امروز آقای نورستانی مثلا در اینجا گفتن که کمیسیون مستقل انتخابات دو بار دیروز گفته، پریروز گفته. نه این حرف پیشترشون است، اجازه بدن. البته کمیسیون مستقل انتخابات دو بار طرحهای جامعه برای تهیه فهرست رای دهندگان سراسر افغانستان تهیه کرده که متاسفانه بنابر ملحوظات سیاسی و تکنیکی مورد حمایت دولت و جامعه جهانی قرار نگرفت. پس اینجا گفتن دیگر. خب صحیح، ما اگر احصای دقیق می داشتیم، اگر کارت الکترونیکی برای کلگی می رسید، اگر این چیزا قبلا می شد، کار بسیار خوب می شد. ممکن نمیتور این مبالغه در نفوسی گپا نمیشد، مثلا کارت اضافی بر مردم توزیع نمیشد. این چالش برانگیز است، در یه چک نیست. و مسئله مشروعیت انتخابات چگونه؟ مشروعیت انتخابات دیگه ما با این کار زیر سوال نخواهد رفت؟ چرا به زیر سوال شما در نهایتش پس این کارت های زیاد توزیع شده چی میکنیم که ما جلوگیری از تخطیره بکنیم؟ مثلا چی در اون چای ما مثلا بعد در یه سال فعلا کار میکنه که مثلا باید این کارت اضافی که چی شده گرفته و از یک کارت کسی زیاد استعمال کرده نمیتونه، بجز این که اگر نیروهای امنیتی یا کسایی که به اصطلاح در مراکز موظف هستن اونا کار خود نکنن ببرن. در گذشته مثلا اینطور شده که نیروهای امنیتی درشی چیز قراره که ما راپور گرفتیم، آمدن صندوق ها را بردن، از پیش مردم در کدام جای پر کده آورده برای از واسه پرده. و از این اگر ما جلوگیری کرده بتانیم، از این مرد نیروهای امنیتی هم کاری بکنه، خود مامورینی
موظف که در اون منطقه رای دیستن اونا هم کاری بکنن و خود هیئت نظار هم کاری بکنه و خود نماینده های کاندید هم کاری بکنه. بعض نماینده های کاندید نمی تا جایی که ما خبر دارم در چیزهای گذشته جایی که یک ذره نام بوده یا دور بوده نرفتن، ممکن در اونجا یک سلسله تخطی صورت گرفته. این بار ما کوشش میکنیم که هر کاندید باید نماینده خود روان کنه. ما سهولت ها را برشان فراهم میکنیم که در اونجا بره. چون این کار فکر میکنیم ممکن هست؟ حالا به عنوان یک شهروند افغان، به عنوان رئیس کمیسیون امنیت، فکر میکنیم چون این کار ممکن هست؟ که یعنی شما بتونن نظارت دقیقی از چگونگی برگزاریش داشته باشن؟ کوشش خوب، اما حتی امکان ما چیز خود میکنیم. یک مورد دیگه که گفتم پیشتر گفتم که این تنها کار ما نیست، این کار مردم هم است. این شریک مطبوعات هم باید همراه ما شریک باشه، جامعه مدنی هم که تنها برای انتخاب کردن و ایگه پاخ شما نیستین، خود در این زمان مسئولیت هم باید بگیرین. بله، بدون شک همین که صدای شما بلند میشه و برای مردم پیام میدین، همین سهم گرفتن از دیگر. بله، یعنی منظور من اینه که سهم شما خیلی زیاد ارزنده است در ارتباط. سهم مطبوعات رسانه ها خیلی زیاد ارزنده است برای تنویر اذهان مردم، برای اطمینان مردم، برای جلوگیری از تخطی و از تخلف از این کارا، که مردم باید بیدار باشند، همکاری بکنند، سلبی نباشند. دو مورد که اشاره کردن در دو انتخابات پیشتر، شما میفهمید که شمارش آرا در مراکز رای دهی صورت میگرفت و گفتن که این بحث اون قرنطینه شدن را بیشتر زیر سوال میبره و به این عنوان یک چالش فرارای انتخابات خواهد بود. فکر میکنید در این انتخابات هم چنین است؟ من فکر میکنم که رای در اونجا شمارش بهتر است. بر اساس چه؟ رای گیری. آقای معنوی گفتن در دو انتخابات گذشته همین کار نتیجه نداد. چرا نداد؟ تقلب صورت گرفت، سر صدا بلند شد. تقلب خود وقت صورت نگرفت و گونی تقلب خود وقت صورت گرفت که از وجه رای صندوق ها را آوردن به مرکز. دمیرا تقلب صورت گرفت. وقتی رای گیری پان می افتد مو جدا مو جرای شماری شوا. این در مجال فکر میکنید تقلب ذهنیتش کمتر میشه، صورت نمیگیره؟ فکر میکنم بسیار کمتر میشه. نماینده کاندیدا در اونجا حاضر می باشه، در محضر از اوها باید رای شمار شود. تقلب در وقت صورت میگیره که مثلا در اشکارشم رای گیری میشه، صندوق آورده میشه و فیض آباد. این که در این را چی میگذاره؟ آدم نمیفهمه. شما از ولایات صحبت کردن، در کنار مسائل امنیتی مسئله آب و هوا بود. بله. پیشتر از این مثلا والی بدخشان میگه که در 13 ولسوالی ما در دهاتش نمیتونیم بنابر مسائل عبور و مرور انتخابات را برگزار بکنیم. آیا پیش بین هستن که در بیشتر جاهای به ویژه مناطق مرکزی چنین کار صورت خب میگیره؟ خب کار کمیسیون نیست. بدون شک، ولی اکنون مسئولیت داره. ولی مشکلات ما میبینیم در بعض جاها شاید مشکل باشه. در یه شک نیست. در بعض جاها و راه حل هم نیست دیگر. راه حل هم دیگه نمیفهم که چه رقم راه حل برش جستجو شده. مشکلات هست بعض مردم که مثلا در تابستان یا در هوای بهتر رفت آمد کرده میتونن، در زمستان نمیتونن. برای بعض مردم های کهنسال شاید پیمودن را از خانه ایشان، از قریجات و قصباتشان تا به مرکز رایدی شاید طاقت فرسا باشه. این مشکلات هست. این باید در ابتدا در نظر میگرفتن که نمی قانون که می ساختن باید نمی ره در یک ماه تابستانی یا تیر ماه در یه وقتا میگرفتن، خزان میگرفتن، بهتر بود که قبل از برفباری و قبل از ورود هوای سرد سرمایه نمی کار اگه میشد بهتر بود، ولی حالی در قانون. پس از میان برنامه کوتاه ادامه گفتگو با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات. باز هم خوش آمدید. ادامه گفتگو با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. آقای نورستانی، موضوع دیگر که بیشتر جریان های سیاسیان را مطرح کردن، چگونگی گزینش کمیشنران و اکنون که شما به عنوان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هستن بود، آیا با چگونگی ترکیب و نحوی گزینش موافق هستن؟ من فکر میکنم که خوب است، تناسب خوب است. کل مردم های تعلیم یافته است، اگر زن است، اگر مرد است که در کمیشن انتخاب شدن، کل مردم های تحصیل کرده، با تجربه، تعلیم یافته، مردم های پاک، خوشنام. مثلا در دو مورد، بله، آقای محقق میگه که البته پس از تقرر شما دیگه نباید انتظار انتخابات سالم را داشته باشم. ائتلاف ملی هم میگه که افراد معرفی شده زیر تاثیر رئیس جمهور هستن.
و کار خودشان است، نظرات خودشان است. شما چنین فکر نمیکنید؟ ما هیچ این فکر نمیکنم. شخصا برای ما خودم رئیس جمهور نگفته که تو این کار بکن. یا شما دوست رئیس جمهور هستن؟ ما هم رئیس جمهور کار کردیم. شما پیشتر از این گفتن که دوست رئیس جمهور هستن در گفتگوی یک سال پیشتر. چی گفتیم ما؟ گفتن رئیس جمهور دوست ما است. ما هیچ نگفتیم. تصاویر شما وجود داره همین لحظه که میخواستم ببینم. ببینید. شما چون چیزی را قبول نمی‌کنید دوست رئیس جمهور نیستن؟ نه، ما احترام دارم رئیس جمهور. یکی این بحثی که احترام است که دوستی دوست رئیس جمهور هستن یا خیر؟ دوست چه رقم تعریف می‌کنی خودت؟ شما هر گونه که تعریف می‌خواید می‌کنید. ما سخنگویش بودیم در دوره اول، ما وزیرش بودیم، معاون بودیم، کار کردیم در دولت، در این نظام. ولی دوست نبودن. همین دوست بودن چی نقص داره؟ رفیق بودن. ما میخوایم بفهمم. حالا این رئیس جمهور تقریبا از 26 سال به این طرف میشناسم، برایش احترام دارم کاملا. آقای نورستانی، حالا نیاز به این نیست که ما بخوایم وزن بکنیم که دوستی زیان داره یا فایده داره. میخوایم بفهمیم که آیا شما دوستی یا رفاقت با رئیس جمهور دارین یا خیر؟ یک سوال است. ما رفاقت با رئیس جمهور نداشتیم. نه. رد میکنین چنین چیزی را؟ نه، رد میکنم. خودم رفاقت ما کتی از او نداشتم، دوستی نزدیک نداشتم، ولی باعث رئیس جمهور ما بوده، باعث رئیس جمهور احترامش کردیم. سوال دیگر هم باز هم در مورد شماست. چرا فکر کردن که در جریان مسائل عملیاتی یا کارزار انتخابات میتونین فرد مؤثر باشین؟ ما؟ بله. خب، ایره از کمیته گزینش پرسان بکنید دیگه. درخواست شما دادن؟ درخواست ما دادیم. چرا درخواست دادن؟ ما کوشش کردم که کوشش میکنم که یک انتخابات شفاف سرتاسری اگر بتانم با همکاری دیگه مردم دیگه کمیشنرا مردم افغانستان به وجود بیارم و این ارزو ما بوده و به این ارزو ما تا آخرین قدرت کوشش خودم میکنم. مثلا باز هم ما با گفتای پیشتر شما اشاره میکنم، شما گفتن که زمانی که سخنگوی رئیس جمهور میشدن در همون زمان هم برای جمهور گفتن که ما تخصص ندارم، ما خبرنگار هم نیستم. بله. ولی رئیس جمهور براتون گفته که خب چون این کار را بکن به خاطر که چند لسان را میفهمی. زمانی که شما وزیر هم شدن گفتن که ما اشارات به این مسئله داشتم که ما تخصص ندارم، نمیفهمم در بخش محیط زیست. ولی گفتن خب بالاخره حکومت گفت که باید باشه. محیط زیست بسیار زیاد مطالعه دارم، این گپ را نگفتیم. تخصص گفتن ندارم، یکی این بحث مطالعه است یکی تخصص. در مورد بعدی شما معاون وزیر دفاع شدن. بله. باز هم گفتن که اگرچه من مسلک نظامی نمیفهمیدم ولی در مدت 3 سال داشت. بله بله بله. حالا سوال همینجا هست، اگر شما این قدرها هم تخصص گرا بودین، چرا نامدن در بخش جامعه شناسی در بخش آموزشی کار بکنین تا در کمیسیون مستقل؟ اگر کس برای ما اینمی فرصت میداد امورا ما خوش آمدید میگفتم. ما میتونستم خوب وزیر معرف شوم، ما میتونستم خوب وزیر تحصیلات عالی شوم، تحصیلات عالی دارم و در این زمان ما به دموکراسی عقیده بسیار کامل دارم و به مردم سالاری حکومت من مردم سالاری ما عقیده بسیار عمیق دارم. ما میخواهیم که نمی سیستم دمیج نهادی نشه. اگر در اینجا ما مؤثر ثابت شده باشم، ثابت شده بتانم، البته کار نیک برای ما شده بتانین یا اطمینان دارین که ثابت خواهید شد؟ ما کوشش خودم میکنم. مثلا شما زمانی که والی هرات هم بودین در این گفتگویتون اشاره کردین که توقعی که ما داشتم ندونستم چنان کار بکنم، این هم گفته شما هست. خب صحیح. و این بار در کمیسیون انتخابات چی بود؟ خب صحیح، ما توقع ما اوقدر وقت زیاد در هرات نماندم. ما میخواستم که در بله تقریبا نزدیک به 2 سال ما میخواستم که در هرات بسیار کارهای زیاد عمرانی بکنم و او کارهای عمرانی در ظرف 1.5 سال 2 سال نمیشه. بعضی کارهایی که به اصطلاح ما اونجا آغاز کرده بودم او در وقت آقای سبا به پایان رسید. دیگه ما ارزوهای بسیار زیاد داشتم، ایراد امکانات خیلی زیاد داشت و ما در این ارتباط امرای بسیار کشورها و بعضی ارگانهای دولتی و غیر دولتی صحبت هم کرده بودم. خب به هر ترتیب اینجا ما به این خاطر آمدیم که تصمیم قاطع گرفتیم که یک انتخابات شفافه تا جایی که امکانات امنیتی مخصوصا اجازه بده در کشور انجام بدم. این آرزوی نهایی ماست و ما فکر میکنم که ما دیگه آرزوی ماموریت هم ندارم. این شاید آخرین ماموریت ما باشه اگر خدا عمر بده.
یک 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 تاریخ میخوایم که نمیجه بانم و هم بشه که اگر شرایط امنیتی برای ما اجازه رو بده ما هیچ وقت فشار کسی را یا زیر تاثیر کسی رفتن نیستم و میخوایم که حیثیت آبرو عزت نمی کمیسیون انتخابات که یک ارگان بسیار مستقل است جدا از قوه مقننه جدا از قوه اجرایه جدا از قوه قضایی است این می رقم می خواهیم که نمی را مستقل نگاه بکنم و می حیثیت زیر حفظ بکنم حالا زمانی که کلمه فشار و تاثیر از شما میشنوام یک سوال به میان میاد که آیا پیش بین هستن که فشار بالایتان به میان بیاد شاید بعض مردم این فشار وارد بکنن ولی ما تصمیم خود گرفتیم که ما تحت هیچ فشار نمیرم امکان داره که بعض مردم این فشار این مردم که میگن کیا خواهد بودن پیش بین هستم نه پیش بین هم هستم ما گفتم نمیتونم چرا نمیتونم به خاطر از اینکه قبل از وقت است که این فشار وارد میکنه ولی پیش بین هستن شاید بعض مردم اینو تصمیم داشته باشه شاید این فشار بیه ولی قبل از وقت است که ما بگیم که فشار اما مجرد که کس فشار وارد بکنه اون وقت ما که مردم خود ما یک تصمیم دیگر هم گرفتیم که باید با مردم خود راست باشیم ما در زندگی خود در تاریخ ماموریت خود هیچ چیز از مردم خود پنهان نکردیم و در اینجا هم ما تصمیم دارم که هیچ چیز از مردم خود پنهان نمیکنم و اگر ما دیدم که نمی از عهده از این کار برآمده نمیتونم میام با مردم خود استاد میشم میگم که نمیتونه یک مشکل هست مطمئن هستیم که چون کار را خود کردن؟ کاملا انشاءالله حالا در کنار این مسائل باز هم موضوع انتخاب شما هست شما را به این باور هستند که اما علاقمندی که رئیس جمهور برای تاثیرگذاری در حکومت آینده داره و رابطه‌ای که با شما داشت با شما در حکومت کار کردن این از پیش تعیین شده بود که شما باید رئیس کمیسیون باشید ما رئیس جمهور را 3 سال ندیدیم شما باید باور میکنین یعنی وای در تماس هم نبودین قطعا ابدا هم رئیس صحبت هم نکردیم آیا شما در آخرین مورد دست کم اگر رئیس جمهور را دیدن حس کردن که رئیس جمهور علاقه به تاثیرگذاری در حکومت آینده داره نه همه جا واضح گفت که شما باید بسیار بی‌طرح باشین و کل کمیشنرهای نمی توصیه خود کرد که باید شما بی‌طرح باشین حق به اقدار بسپارین زیر تاثیر هیچ کس نرین این کلمات بود که رئیس جمهور در روز حلف وفاداری برای همه کمیشنرها توصیه کرد حالا در نهایتش اگر بخوایم این کارهای شما را جمع بکنیم و بخوایم یک مقایسه بین انتخابات 2009 و 2014 داشته باشیم اگر شما میگین که خب در نهایتش نیاز هم نیست که باید رئیس کمیسیون متخصص باشه مطالعاتی که شما دارین فکر میکنید با چه تفاوت‌های انتخابات 2009 با 2014 هم خواهد بود ما آرزوی ما اینمیست توقع ما اینمیست که تخطیات تخلفایی که جنجالایی که در 2009 رخ داد در 2014 هرگز رخ نده این یک آرزوی ماست و آرزوی همه کمیشنر است و آرزوی ملت هم است آرزو هست؟ آرزو هست و هدف هم است و ما به تصمیم گرفتیم که نمی تا اگر بتانیم اگر چالش های امنیتی به اصطلاح نباشه دلیل نداریم که نمی مسائل کم نکنیم حالا سوال اینجا است که اگر شما مطالعه نسبت به انتخابات 2009 داشته باشین فکر میکنید چه عوامل باعث شد که اون همه سر صدا به میان آمد و اون تقلب میلیونی خب عوامل بسیار زیاد بود مثلا عوامل ای بود که تخطی زیاد بود تخلف زیاد بود و کسایی که به اصطلاح مردمی که کاندید بودن یک دفعه لیستشان آمد که اینا نمیتونن واجد شرایط نیستن بعد از او پس دوباره شامل لیست شدن و دیگه این دفعه ما کوشش میکنیم که کسایی که کاندید میشن با مو شرایطی که برشان گذاشته شده واجد اون شرایط باشن و سازوکاری که بتونه تخلف و تقلب را جدا بکنه چی است؟ تخلف ناظرین هنوم جه هست قوای امنیتی باید امرای ما همکاری بکنه مردم امرای ما همکاری بکنه خود امو نماینده های کاندیدا در اونجا خواهد بودن در این زمان
ناظرین داخلی اون اونجا خاط بودن دیگه نمی عوامل است به اطلاع. یعنی فکر میکنید که اگر بخوایم مقایسه بکنیم در انتخابات 2009 هم این افراد را شما نام میبرند که کمیسیون مستقل انتخابات گفت که خود اینها دست داشتن در مورد است تخلف و تقلب؟ ممکنه ما ای از احتمال بیرون نیست که بعض مردم های مسئولین ولایتی کمیسیون شاید دوز آلوده باشند. خب شما چی کار میکنین مثلا؟ ما این دفعه گفتیم که در گذشته طور بوده هر کس که در این کارا آلوده بوده او را فکر میکنیم کمیسیون 5 سال دیگه اجازه نمیداد که در مسائل انتخاباتی دوباره کار بکنه. ما دو روز پیش در جلسه ما گفتم که نه، با مجرد که ما یک نفر دستگیر میکنیم کارکنای کمیسیون فورا او به ارگانای عدلی و قضایی سپرده میشه. دیگه او که باز 20 سال بعد کار میکنه در اینجا نمیکنه، او کار ما نیست. از این کارمندهای گذشته اول دارین کجا هست؟ کارمندانی که دست داشتن در تخلف و تقلب؟ نمیفهم، نه نمیفهمین؟ نه، که در کجا هستن؟ از این کارمندهای که فعلا کار میکنه چگونه هست؟ اون افراد نیست که سابق دست داشتن در تخلف و تقلب؟ بعضی از وار خودشان کشیدن، علی اونجا کار نمیکنن. همطور یک چی بوده در اوجه یک مقرره که باید پنج سال اینا تا پنج سال اینا کار کردن میتونن در کمیسیون انتخابات و یک تعداد شما میشناسم که مثلا از طرف های منطقه ما بودن که اینا متهم بودن و فعلا کار نمیکنن و ما ولی ما تصمیم گرفتیم که اگر با مجرد که ما بفهم که یه آدم به اصطلاح در این تخلف و چیز دست داره صحیم است فورا نمره دست میگیریم با ارگان عدلی و قضایی معرفی میکنیم که آقای نورستانی در نهایتش اکنون شما به هر حالش رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هستن، آیا ترس از قضاوت تاریخ در موردتان را دارن؟ طبعا کاملا. یعنی ترس بیشتر ناشی از چه است؟ ترسی است که ما نتانیم اما وظیفه ای که به اصطلاح برای ما ای امانتی که مردم سپردن ایره با وجه احسن اجرا کرده نتانیم در این ناکام شکنیم در این توفیق حاصل نکنیم. آیا میپذیریم که عوامل این ناکامی در واقع افغانستان به طرف بحران خواهد برد؟ اگر ما در این وظیفه خود انجام داده نتانیم طبعا یک مشکلات برای مملکت ما ایجاد میکنه و به طرف بحران کشور خواهد. خب مشکل که شد او خود به خود بحران زاست دیگه. در نهایتش اگر بخوایم به عنوان آخرین پرسش، حالا دست کم اگر شما میایین نقش نهادهای مدنی، رسانه ها و مردم را در چگونگی بهتر برگزاری انتخابات برجسته میسازن، پیام شما چی است؟ چه میخواین بگوین؟ پیام ما این است که از یک ذره مثبت فکر بکنن. البته این معنی از این نداره که کدام تشویش که ما داریم، نگران داریم رو کاملا فراموش بکنیم، ولی به طرف مثبت ببینن، بیاین با ما مشوره بکنن و ما برشان مراجعه میکنیم. ما برایشان دیدنی هستیم، این در پلان کاری ماست. ان قریب ما با جامعه مدنی، با احزاب، با مطبوعات، با شورای علما، با تمام کسایی که به اصطلاح دیجه صحیح هستن به نحوی از آنها، ما امرای از آن میشنیم، مشورهشان میگیریم و در پروگرام کاری خود شامل میکنیم و اینمی آرزوی ماست که یعنی چطور میتونیم یک انتخابات بهتر، سرتاسری، شفاف، عادلانه را در یک کشور برپا کنیم یا در یک کشور برای بیاندازیم و یه با کمک همه مردم ضرورت داره. ما کارهای خود میکنیم، تکنیکی و لوجستیکی خود، امنیت کار خود بکنه، مطبوعات ما کار خود بکنه، از هان مردم تنویر بکنه، مردم روشن بسازه، مردم تشویق میکنن که در پروگرام های خود این کار میکنن. شما صحیح ما میبینم بعض تلویزیون طلوع رو ما زیاد مطالعه میکنم، اما اعلانات هم ما میبینم دوجه کرای شما، اینده شما سار خوب و در این زمان جامعه مدنی هم به نظر خود با ما شریک کنم و چیزایی که به اصطلاح جلوگیری تخطی و تخلف کرد میتانه اونمو عناصر برای ما امرای ما در میان بگذارن. ما در پروگرام های کاری خود میگیریم و مشترکان همه ما شما با یک نظر مثبت خوشبینانه اگر به طرف انتخابات بریم، انشالله خدا هم امرای ما شما یاری میکنه،
روز ما شما شاید یک انتخابات خوبتر بهتر از 2009 داشته باشیم. ممکن سالهای آینده که می از این تجارب یاد بگیرن و انتخابات خیلی بهتره که به اصطلاح رضایت هم مردم حاصل کرده بتانن در پیشروی خود خواهد داشتن. سپاسگزار. حالا در نهایتش این ذهنیت وجود داره که تنها گذار از روند سیاسی موجود انتخابات است و بس و باید پای صندوق رای رفت. سپاسگزار از آقای دکتر یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و سپاسگزار از شما که طالبین دین برنامه بودید. تا فرصت دیگر خواهانه گردم. سکر.